بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جران الزكاونكو الله جل جلاله دي وكري چرو جور او خوشال اوسي جران الزكاونكو منغو تاسو چنن كم سورة ويو اتا سورة الكافرون وي قل يا أيها الكافرون جران الزكاونكو دا سورة زمنغو ساسو پا طولنكي پا قل سرا پا چار قل سرا شيلا مشهور دا يعني منغا سلور سورتون لرو چې دغه په ابتدا کې د قول کلمه راغلی ده چې یوې قل یا ایها الکافرون ده او بلې قل هو الله ده او بلې قل اعوذ برب الفلق ده او همدارنګې بلې قل اعوذ برب الناس ده. ګرانو زده کوونکو پرون چې موږ کوم درس ویلې هغه د کوثر سورت و چې د کوثر سورت زه یو ځل وایم تاسو ته او تاسو به یې وګورئ او انشاءالله خپل ځان به پې میزان او تل کړی چې ساسو په قرآن ویلو کې خو به کومه غلطي نه وي. نو راځم پرونی درس ته او هغه تاسو ته یو ځل وایم او د هغه نه به وروسته بیا راځو انشاءالله. نننی کوم نوی درس چې دی کافرون څو آیاته موږ تاسو وایو ګران زده کوونکو درې آیاته. نو پرونی درس یو ځل بیا تکرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. قرآن زكاونكو داو زمان غساسو پرونا درس قرآن زكاونكو كتابون رواخلي طول أو پا كتاب كي ممان غساسو دينناني درس چی کوم درس موده؟ دریم درس موده. سوم درس ده؟ دریم. مضمون موده قرآن کریم چی مخکی متاسطا پا مخکی درسونو که هم ویلی او بیا هم در توائیم چی ده قرآن تعریف با انشاءالله پا خپل زای سرا چی کلا کم سمس که تاسو تا دی تعریف رازی هلتا با انشاءالله ده قرآن تعریف یادوی. اما دلتا صرف دوم را یادوی چی قرآن ده الله رب العالمین کتاب ده بشر ده هدایت لپار آغله ده. موضوع مده سورت ده کافرون او درس مسو هم درس ده دریم درس ده سو هم درس ده صفحه دریم هم سات درسی زمان گوتاسو سو هم سات ده اولنی حصه اول درس زمان گوتاسو چی شه ده آقا ده قرآن درس ده چه اولا منگ هر آواز قرآن کریم لرو پا صنف کی رازونو منگ گوتاسو خپل سورت ده یاوز الله سورت تاسو او گره ایگران زکون که کم سورت ده ده سورت ده الكافرون ده كم سورت ده؟ الكافرون سو آياته ده قرآن زكاون كو شپاق آياته نو ده دين مخي چه كمون سورت ويلي ادري آياته و كمون قرآن زكاون كو ده طول ويو نو ياد بيني شكره سنگه كو قرآن زكاون كو طول ويو خيا يعني رأي هم ده چه ده تقسيم كو نیم نن ویو نیم سبا درس لپاره پاتې کو ډیر خبر هم داسي مختزو او ساسو په خواخه چې قران صحیح یاد کړي او په تجوید سره یاد کړئ عربي لهجه سره یاد کړئ نو درې آیاته وایو او د هغې نه بعد به انشاءالله په سباني درس کې درې آیاته نور وایو. نو تاسو خپل کتابونو ته وکتلئ اوس راځو دا صورت زه تاسو ته په تختې پاسه لیکم ګران زده کوونکو هغه کم حرف چې لیکم کم احکام دي هغه به انشاءالله موږ وایو. نو راځو ګران زده کوونکو د صورت په لیکلو هر صورت څخه مخکې ګران زده کوونکو بسم الله لیکلې ده نو بسم الله موږ ضرورت نشته په تختې باندې شته رازو اوس د صورت ته صورت په مکی مکرمه کې نازل شوی ده کوم ځای کې مکی مکرمه کې دی صورت ته صورت کافرون المکیه وایي یعنی په مکه کې نازل شوی. رازو صورت ته صورت قل یا قل قاف لام یو ځای کوو چه جوریږي قل قاف کوم حرف ده؟ حرف مثالیه ده. کوم حرف ده؟ حرف د مثالیه ده ډکی وایو قل یا ایو یا داس زور پی کو نو زکا چالیف هم لیکلائی دلتا دی مدل آمه کو ولی چی دی یا نو رستا التا حمزه را غلی حمزه چی دی الیف پا شکل دا یا ایو ایو هل ایو 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 هل قل یا ایو هل كافرون كافرون
ګرانو زده کوونکو د دې کوم سورت چې موږ وایو دې ته سورت کافرون وایي. نو دلته ورته متوجه اوسئ، قاف د لام سره یو ځای کوو، یا باندې مد کوو او یا مشدده ده په نرمۍ سره به یې وایو، ډېره به سخته نه وایو. او ها باندې لام سره تړو، او کاف باندې الف د وروسته، یعنی دا کم زور چې ده دا دوه حرکته ده، او هغه نه وروسته به موږ او تاسو دغه را ډکه وایو، او اخر کې به وقفې عارضي کوو. چې کوم وقف به کوو؟ وقفې عارضي. نو سره قم به وایو، راسره تکرار کړه زده کوونکو. قل یا ایها الكافرون، تکرار کړئ. قل یا ایها الكافرون، تکرار کړئ ګران زده کوونکو. قل یا ایها الكافرون. دینه بعد ورزو دویمه ته ګران زده کوونکو، او هغه چیرې؟ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. ګران زده کوونکو، دا سوره آیات چې موږ وایو، د آیات کې هم شرع اخر کې موږ اواز په مصره وګدو. نو څنګه وایو؟ لا اعبد ما تعبدون. ګران زده کوونکو، زه وایم ما پسې تکرار کړئ. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. ګران زده کوونکو، دې ته مالې منفصل وایي. مالې منفصل چې مالې جایز هم نومیږي، نو دې کې مد کولی کوو او مد نه کول هم موږ ته چه دي؟ جایز دي. راځو ورپسې بل آیت ته چې هغه دریم آیت ده، او هغه د نننۍ ورځ زموږ او ستاسو آخري آیت ده، چې په هغه سره به بیا موږ او تاسو درس خلاصوو. نو راځو ګرانو زده کوونکو دریم آیت ته. ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم. دلته ګرانو زده کوونکو یو شی مو یاد اوسه، چې دلته موږ اخفا کوو. نون ساکن ده، د هغه نه وروسته ګرانو زده کوونکو کوم حرف راغلی؟ د هغه نه وروسته تا راغلې ده. نو اخفا به کوو، د اخفا څو حروف دي ګرانو زده کوونکو؟ پنځلس. چې په شعر کې جمع شوي دي بیا به په خپل وخت انشاءالله وایو. اوس صرف یاد کوي. صف ذا ثنا کم جا د شخص قد سما دم طیبا زد فی توقا دا ظالما. یعنی پنځلس حروف دی شعر را جمع کړي، د هغه څخه وروسته چې نونه وروسته تی راغلې ده یا تا راغلې، حرف اخفا ده، اخفا به دوه حرکته کوو. ولا انتم عابدون، عابدون، عابدون. ولا انتم عابدون. ګوري، عابدون هم د همدغه مثال لري، لیکن موږ پرې وقف نه کوو. دلته به فقط اواو مده د دوه حرکتو په انداز وایو، لیکن اوږدوالی به نه کوو، ځکه هلته موږ وقف کوو، دلته وقف نه کوو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اعبد، اعبد. دا دال په اخر کې ګران زده کوونکو چه کوو؟ قلقله کوو. دې ته چه وایي؟ قلقله. او دغه قلقله د حالت دی اخر د آیات کې ده، چې موږ د قلقلې لپاره ګران زده کوونکو څه مراتب لرو. بعضې علما دا درې مراتب ذکروي، او بعضې علما یې څلور. یو دا چې په حالت د وقف کې، لکه حق، او یا په حالت د وقف کې نه، لکه اعبد. هلته وقف هم ده او شد هم پیدا. نو حرف مشدد موقوف ده چې ډېر زیات ظاهریږي، او موقوف ده، وقف پرې کوو لیکن مشدد نه ده، اعبد. او یا دا چې په وسط کې ده،
ورأيت الناس يدخلوا يد غلط يد دغ قلقلات حركات مشابه ده دابه نزورت مشابه نزيرت او نو پیخت نداسی ویچی یدا او نداسی ویچی یدی نداسی ویچی یدو بلکی دا حس از حرکت مشابهت و نلری چه اغا حرکت دری حرکت دی اغوی تا باید مشابه نوسی اوس رازو گرانو زکون کو دی آیات او دی سلور دی دری آیاتونو ویلو تا ما سرائی تکرار کی او ما سرائو سی قل یا ایوها الكافرون وی قل يا أيها الكافرون أفرين قل يا أيها الكافرون دويم لا أعبد ما تعبدون ما سيتكراكي لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد گرانو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو نننای درس چې د کافرون د سورۃ سخا مو درې آیاتونه ویل نور مو په خدای سپارم ومن الله توفیق